من خودم اتفاقا رفتم توی خیابون شادمانی این جوانها رو دیدم، آدم جگرش کباب میشه. مردمی که شادمانی ملی ندارند، در نقطه مقابلش تا دلشون بخواد کارنوال های عزاداری ملی فراوان دارند. آدم جگرش کباب میشه که جوان از کمترین فرصتی که برای او فراهم میشه که بتونه شادمانی خودش رو ابراز بکنه نمیگذره. تیمش باخته و میاد بیرون فریاد میزنه، شادمانی میکنه. چرا؟ چون این فرصت ممکنه فردا دیگه نصیبش نشه. صورت ظاهرش این است که برای تیم ما خوب بازی کرده باید بریم، ولی باطنش برید میبینید این مردم هیجان ندارن به زندگیشون، شادمانی ندارن. یه مردم افسردهی که برای اکسیژن گیری میان توی خیابون فریاد میزنن، آدم دلش میسوزه به خدا. یعنی ما یک چنین رفتاری با این مردم کردیم. تا آمدن این مردم مثلا به سمت هم آب پاشی کنن شادی بکنن، رفتیم بردنشون زندان ابد گرفتیمشون. به هر شکلی ما این مردم رو چزاندیم یا چزاندیم، رنجورشون کردیم. خب داعشی ها هم خیلی زیرک بودن، یا بهشون اینجوری فرمانده شد که آه درست در زمانی که مردم سرگرم فوتبال و اینجور چیزا هستن شما میتونید ماجرای عراق رو جمعش بکنید، و اونا هم با زیرکی درست همین زمان رو به صورت انتخاب کردن. الان شما از 90% مردم جهان به پرسید آقا ماجرای داعش، میگن آقا یه درگیری هست اونجا. این به خاطر این که بخش وسیعی از ذهن مردم توسط همین حرکت جهانی، جامعه جهانی اشغال شده و اونا کمترین رغبتی ندارن. لاغل میخوان این ایام رو هیچ مسئله سیاسی توی ذهنشون رفت آمد نکنه، و این یک انتخاب خوبی بوده برای داعشی ها که این زمان رو انتخاب کردن. اما در مورد خودمون، در مورد خودمون من میخوام بگم که مردمی که شادمانی ندارن، مردمی که از حقوق بایستشون باز داشته شدن، مردمی که در بطنی از اعتراض دارن زندگی میکنن، میرن میان، سوار مترو میشن، از این شهر به اون شهر میرن میان، به اتوبوس و راسیل خودشون بنزین میزنن، تو صف کالا میستن، میگیرن، دروش میسازن. خب این مردم مردمی هستند که خودشون رو تطبیق دادن با این شرایط، در حالی که از درون متلاشی هستند، از درون مقترب هستند، و یک اتفاق کافی در یک شرایط پیش بیاد دیگه نمیتونن جمع بکنن. مثلا شما نگاه کنید همین بازی رو که ایران باخت، حالا میدورد، یعنی آرژانتین رو میزد، سپاه پاسداران که هیچ، ارتش که هیچ، نیروهای اطلاعات که هیچ، تمام پتانسیل های امنیتی ایران جمعی شدن، مگه میتونستن حریف این مردم بشن که ریختن بیرون؟ تمام شب تا صبح رو دارن پایکوبی میکنن. و من فکر میکنم اینو واقعا که بزرگان این نظام شب تا صبح نشستن دعا کردن، نماز شب خواندن که ایران پیروز نشه، چون یکی این اتفاقاتی رو نمیشه جلوش رو گرفت، نمیشه مدیریت کرد. برای اینکه مردمی هستن که هر کاری از دستشون دیگه برمیاد، مثل مثلا فرض کنید که بازی های فوتبال بین پرسپولیس و استقلال وقتی یکشون شکست میخورد، تو این مسیر اتوبوس هایی که این جمعیت رو میآوردن تمام شیشه هاشون شکسته میشد و پلیس امکان دستگیری یک نفر رو نداشت. تمام مسیر میدان آزادی تا ورزشگاه آزادی از شیشه های اتوبوس ها پر میشد، و این بود که نهایتا دستور دادن به این دوتا تیم که آقا وقتی بازی میکنید نتیجهتون مساوی باشه. یعنی سالها این دوتا تیم بازی کردن مساوی میشدن همینجوری، صرفا بخاطر اینکه جمعیتی که حالا اون طرف هست به عنوان اعتراض شیشه نشکن. و اینا یک اتفاق میافتاد، یه مسابقه میشد، شیشه نمیشکست، جشن میگرفتن، خیلی شادمانی میکردن. منظور من این هستش که بچه ها مثل ایرانی هم به صلاح یک جوره بساط حاکمیت، یک جوره حاکمیت در بستری از شکلندگی داره روزگار میگذرونه، با ترساندن مردم، با اصلایی که روی فرق سر مردم گرفته، با درگیر کردن مردم راز معیشتی به لحاظ اجتماعی یک دانشجو رو، با تهدید های مثلا مشروط شدن و اخراج و اینها، یک کارمند رو به یک شکل
در تقدیر همه رو در یک اصلا انفاس بزرگ ملی قرار دادن که اعتراضی صورت نپذیره. و من افسوسم به اینه، حاکمیت که باید مردمان خودش رو قدر بدانه و خودش رو عضوی از اونها بدانه، این حاکمیت آمده بر سر مردم پایه های بقای خودش رو گذاشته. این فاجعه هست، کافی مردم جا به جا بشن این پایه ها فرو بریزن. من نویزد میدونیم که الان زیادی از فیلم سازان هم در زندان هستن. یکی از اونها خانمی بود که چند هفته پیش، فکر می‌کنم دو هفته پیش به زندان فراخوانده شد، خانم مهناز محمدی. ایشون در یک گفتگویی که داشتن، یک گفتگوی ویدیویی، در اونجا نفی کرده بودن از یک مقام زندان، نمی‌دونم دقیقاً اون شخص مقامش چی بود، میگفتن که شما وقتی بیای زندان 6 ماه تو زندان باشید برگردی میون یه آدم نیستی. یعنی بلایی به سر شخص میارن در زندان‌های جمهوری اسلامی که وقتی میان بیرون همون حالت افسردگی که شما بهش اشاره کردید، این رو شما چگونه توجیه؟ آیا این ترسی رو که در میان مردم به وجود آوردن که اگر بیفتید زندان دیگه بیان بیرون آدم عادی نیستید، این خودش کمک کرده به بقای این حکومت؟ بله، ترساندن مردم یکی از دستمایه های حاکمیت های به صلاح دیکتاتوری، مثل مثلا شوروی سابق. خب 70 سال با ترساندن مردم، با کشتن میلیون ها مردم محترم سر کنمان، اینجا هم ترس حرف اول رو میزنه. مثلا شما نگاه بکنید، من یک کاریکاتوری دیدم خیلی جالب بود. دید جمعیت یه جایی شدن مثل کارمندا مثلا راجب به صلاح مفاسد روحانیان دارن صحبت میکنن که آقا مثلا فلان روحانی فلان کرده، برمان کرده، یکی یه چیز دیگه میگو. بعد توی بخش بعدی این کاریکاتور یه آخوندی وارد میشه، بعد همه این جمعیت بلند میشن سلام آقا حالتون چطور، روز بخیر، قبل الله، سلام سلام. این ریاکار شدن مردم ناشی از همون تشکیز که به شکل تاریخی البته در فرهنگ مردم ما هم جلوگر بوده. یعنی مردم ما همین الان هیچ کسی نیست، یعنی چشم غیر نیست، یه جور هم به محض این که یک فردی با یک خصوصیتی با یک رستیجی حاکمیتی وارد میشه، اون نقش ریاکارانی خودشون رو ظاهر میکنن در زندان. بله، واقعیت این هستش که شما وقتی یک جوانی رو گرفتید بردید توی یک سلول یک متر دو متر انداختید و یک ماه اصلا نرفتید سراغش و بعدم با تحکم او رو بردید توی سلول بازجویی و یه بازجوی آمد بالا سر او در حالی که با چشمان رو به دیواره حرفای تند و تیز به او گفت و اینم تو تب و لرز. خدا شاید آقای فرهودی، یکی از بزرگترین تابلوهای زندگی من، و خودم حالا توی زندان اومده نقاشی کردم، یکی از بزرگترین تابلوهای نقاشی که من تو زندگیم دیدم این سطح میز با اتاق بازجویی بود که باجور باجور خودکار این بچه های مردم مثلا متهمین آورده شدن اونجا با ترس و لرز. حالا مثلا بازجو پشت سره داره صحبت میکنه، این خودکاری که به دست او دارن تا چیزی بنویسه رو سطح این میز چرخیده بود که جای سالم نداشت. این خطا رو مثلا یکیشون نشد خدایا هستی؟ یعنی واقعا هستی تو؟ یعنی در یک پناهی بزرگ در حالی که اصلا اینجوری نباید باشه، آه اتهامیست، میره توضیح میده میاد، در حالی که اونجا یک شهر دیگه هست، یک خانم دیگه اونجا هست. بله، واقعا من اون تابلو هیچ وقت یادم نمیره، اون سطح اون میز که یک جمعیتی از بیپناهان اونجا دستشون حرکت کرده بود روی این میز، خط کشیده بودن، خطایی که معلوم بود از سر استیصال بیپناهی. خب این مردم رو شما تسری بدید، گسترش بدید، وسعت بدید در سطح جامعه. بله، من خودم شاهد بودم جوانان فراوانی که به یک افسردگی بزرگ مبتلا شدن، هیچی هم نکردن، ممکن مثلا کاری هم نکردن که حالا ضرب و شتم آنچنانی بوده باشه، همین که یه نفر رو انداختید از بطل تحصیل، او رو جدا کردید از زندگی خانواده، یه جوانی که مثلا عروس خانواده بوده، گل خانواده بوده، چشم خانواده بوده، بودی انداختید توی سلول یک متر دو متر، تمام
تحقیرها رو بر او باراندید، هیچ سراغی از او نگرفتید، این فرو میشکنه. خب حالا این اینو شما در شاکله کلی جامعه هم در نظر بگیرید، ولی چیزی که اتفاق افتاده های فرهودی جامعه ما به شدت مطلوب دزدانه، یعنی اینجوری در آمده، به شدت این کشور مطلوب رانتخاران شده، مطلوب دزدانی که از زد و بند میتوانن مثلا در یک معامله، در یک شب، در یک سال ثروت‌های هنگفت رو جابجا بکنن. این کشور از این حیث مطلوب‌ترین کشور تاریخه در همه دنیا. بله یک چنین خصوصیتی هم هست که سرداران سپاه میتونن با دو تا معامله دو تا برج رو خرید و فروش کنن، تریلیارد ها پول رو جابجا بکنن. خب یک چنین فرصتی رو چرا باید به من شما بدن؟ چرا باید به یک جوان بدن؟ این فرصت رو بلوکه میکنن برای خودشون. خب آنجا ازاد به همین که نکته اشاره کردید، مثلا راندخاری و همین ثروت های نجومی که اینا دارن الان و تنتون دارن اضافه میشه، با توجه به اینکه این تحریم ها الان خب خود این برادران سپاهی به قول احمد نژاد اینا دست دارن در این پورسانت ها و کمیسیون های عظیمی که میگیرن، آیا اینا واقعا میان و حاضر میشن که این برنامه اتمی رو اونطور که غرب میخواد انقدر محدودش بکنن که شرایط برای رفع تحریم ها هموار بشه؟ و فکر میکنید واقعا به کجا بیانجام این مسئله هسته‌ای با توجه به این مسئله مالی که اینها الان دارن و منافع مالی که سپاهیان دارن؟ ببینید سرداران سپاه ما الان دیگه فرق کردن، الان دیگه چربی به زیر پوستشون دویده، اینها دیگه فرق میکنن با اون رزمندگانی که پاک نهاد بودن. من خودم توی ایام جنگ با بخشی از اینها مواجه بودن، مثلا آدم های دیگه بودن، اونایی که شهید شدن انقدر پاک بودن که شما از تماشای چهرهشون لذت میبردید. شبونه های گل دوست داشتنی که جوانی شده رفته بود کف دستش، آمده بود حالا با اعتقادش هم آمده بود و از کشورش دفاع میکرد و یک جنگ بیهوده و بیدارید که 8 سال به درازا کشید، جنگی که میتونست اصلا شروع نشه یا اگر شروع شد بلا فاصله تمام بشه، جنگی که هیچ وقت هیچ نگاهی پشتش نبود که یک روز زودتر تمام بشه تا یک جوان کمتر کشته بشه. حالا شما نگاه بکنید، این سرداران آنچنانی آمدن الان آب زیر پوستشون دریده، الان دیگه سفرهای خارجی دارن، برج دارن، الان با یک اشاره میتونن جابجا بکنن کدوم فرمان داره، کدوم استان داره که مثلا فلان پروژه در فلان استان رو مقاومت کنه به سپاهیان نده. من توی سفرهایی که داشتم در هر کجا مقصده سرداران سپاه رو شما میتونید ببینید، اوجش در خود همین تهرانه، اوجش توی شهرهایی که به صلاح ساحل رفت پیدا میکنن، درو کردن موقعیت های بزرگ اقتصادی کشور رو. حالا این آدم یکی دیگه حالا به جنگی توی عراق مطمئن من نه، به خاطر اینکه اینها آدم های رزمنده های قدیم نیستن، حالا اینها فرسوده شدن در طول، مستقرق شدن در فرصت های اقتصادی، اینا دیگه آدم جنگ رو نیستن که آمریکا تکون بخوره اینا همشون را پشتی کردن. نگاه نکنید به شعارهای میزنیم و فلان و فلان میکنیم، الان اینها در پول دارن خفه میشن، در درو کردن فرصتهای جوانهای ما، مردم ما خفه دارن.